بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چوزوی و درد آورد روزگار، دیگر روزها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا میبینند و صدای مرا میشنوند. در این برنامه بیشتر به هم نو دوستی تمرکز شده است. سلام و صد سلام به تمامی بینندگان عزیز برنامه اشک و لبخند. باز هم به یکی دیگر از برنامه های اشک و لبخند خوش آمدید. این بار باز هم با اطلاعی از همکاران محلی ما به یکی از مناطق دوردست برای بازدید و رسیدگی به وضعیت زندگی نیازمندان می روند و در میان کوچه ها و مسیرهای طولانی به یک روستا می رسند. می گویند این جوان با افسانه های دردناک در این دهکده مشهور است و داستان تلخ روزگار وی در این روستا زبان زد مردم شده است. همکاران ما به سوی منزل این جوان می روند تا حکایت ها را از زبان خودش شنوا باشند. سلام برس هموطنهای عزیز، بازم خوش آمدین. بازم در یکی از پسکوچه ها و قریه های سمت شمال هستیم و امیدوار هستیم که این خانواده را به کمک شما چیز همکاری کنیم. بله خواه این چی رقم جا هستی؟ آشپز خانه هست؟ خانه هست؟ چی هستی؟ این یک هست، اینم یک اتاق که برای فعلا ما دارم که تا که خدا کمک کنه که جور کنم دنیم جا زندگی میکنیم. خب یک هست از خونه کوکای ما سیستر هست و هم دو خونه دنیم جا پردهش میشه از ما دنیم جا اگر بازدست ها به تقسیم کنیم سی رسیدن اونم قطعا اونم از بیادر کل سنکوری کردیم تا که خدا کمک کنه که جور کنم دیگه زندگی میکنم. بیا توکل به خدا، دیگه هم قدیمی ترین خانه هست دیگه. این قدیمی شاید از امرو مام کده زیاد باشه. بله از امرو مام کده بالا هست دیگه خانه که این دیدانه ازم دارم دیگه از توانم هم مثال قنیس کنیم خانه رو جل کنم. بله دیگه یک بدر هم نداشتم که خدا هم بچه های کاکایم از یار زنده داشته باشن. دیگه دیم فامیل هم یک نفر بودیم، از پدر یک پدر و مادر یک نفر مونده. ولی نمی خودش چی هست؟ این خانه است یا آشپزخانه است؟ این هم آشپزخانه است، هم خانه که ما زندگی میکنیم. بله اینمی جک دی کاسه میکنه، اینمی جا کتم دخترکای مادرشون، اینمی جا میخوریم، اینمی جا خواب میکنیم. میگوید پدرش را در اثر جنگ ها در کودکی از دست داده بود و از زمانی که او 1.5 سال عمر داشت مادرش ناگزیر با کسی دیگر ازدواج کند. پدر و مادر تا چی شد؟ پدرم شهید شد، مادرم هم به گیلایم کرد دیگه پشت بخت خود رفت. از بدترین روزهای زندگیش قصه ها را آغاز می کند و رنج های گوناگونی که با او تا اکنون زندگی کرده است. زمانی که پدر از زادم او وقت نفر میدم طفل بیدم وقتی که مادرم از خودم دستند 2.5 سالگی بودم یا 3 سالگی بودم که مامانش و مادرم از پیشم بردن. وقتی که بردنش ما قدر نمیفهمیدم، گای پیش مادر می بودم گای در خانه می بودم. وقتی که رفتم بچه های مامانم کرد مجنگ کردم مرا بسنگ زدن دستر مادرم گریان کرد گفت اگر توی جا باشی گفتی رو از بین میبرن تا ما دارم پراونم خسر و خوشی میشم از این که در گرمی در دوری تو رو ما تحمل میکنم از این که در پیشم مادر کلانت باشی خوب است. تا سند 10 سالگی ما از این دور بودم میامدم یک ما بعد یه دفعه میرفتم پیشش یک دو شب سه شب میمیدم وقت گرفتن اگه ما پیش مادر خود میرفتم با یه جلا میرفتم در سه شب مرا اجازه میدادن سه شب بعد وقتی که پس از پیش مادر میمدم میگفتم کشکده خیمه را میبرن پس بخونه
یک نقطه اساسی از این بود که ما در قلاب چکان کش بودم وقت مادرم شد در خوشه بکرا بود یک زیارت بودم و طبق از مولی میشد مادسر بام میشتم به دوستان زیارت نگاه میکنم سر میکنم میگفتم اونجا خانه مادرم شدم وقت کارسی شد در 12 روز ما خبر شدم 12 روز صدایم تب تب ششته بود از بس که خام کردم گیران عشق از چشم نامدم و گب وقت هم بگد درد دردناکترین دردی است که عشق به زبالوان بسته و عشق به سکوت از گوشه چشمت میریزد دردناکترین ترد او است که یک از گوشه چشم یک عشق ریخت و صدایم ششته کرد در کنار فراق پدرش، فراق مادرش زبانش را ساکت ساخته بود و در کودکی برای رسیدن به مادرش این گونه زجر کشیده بود. با موسند خودی خود جستجو کردم، مالخانه مادر را پیدا کردم، از قومش پرسیدم که خانه ازی گرفتم، دیدمش، صدایم جور شد، پس آمدم. چند مدت زندگی مکشد، بهش مادرم میرفت، مادرم میرفت، پیسی خرچی من میداد، وقت جور بودم، خبرم نمیگرفت، من میرفتم بهشش. وقتی کی جا آمدیم که دیم مادر کلان کجا آمدیم دمی جا که آمدیم به نای معیبیت ما شد معیبیت ما دمی جا باعث دمی شد که وقتی که آمدیم برای ما چوب هم بیوجیر هم دادم بیل هم دادم برو چوب بکن دمی جا چوب میکنه که من انفجار کرد وار اگر نکد من نزدیکی بودم مرا پای مرا از این قسمت پای خوب وقتی بود این رقم گوش پای مرا جدا کرده این رقمی جداش کرده بود جدا گرفت در شفاخونه گرفتیم و ما را گفتن وقتی که در موتر بالای میکردن ما گفتیم بانه ما کده پای میرم وقتی که ستا شدم ای پای ما ای رقم قاد شدم و وقت قطع شدیم پا قاد شد افتیدم دیگه اونو مجد بیخی زوف کرده بودم زوف کردم وقتی که شفاخونه رفتم پس بایو شدم یک پیشکاری کردم برای ما تا ساعت 12 به شب در شفاخونه ما را نمسی در بخش عجل مربیدم که بایو شما وقتی که دست ما دراز کردم از این قسمت گفتم باش که پایم تا کجا قطع شده می گفتم مگر قطع شد می فهمیدن قطع شده می شد می گفتم خدا کنه که از اونی پایم قطع شده وقتی که دست دراز کردم تا می جاک پایم ختم شد دیدم که از اونی بالا قطع شده بالاخره بعد از مدت ها جستجو این گونه به مادرش می رسد و تشنه دیدار و بوی مادرش بوده است باز وقت کاروسی کرد گفتی خودت پشتش دیوانوار می گشتی خودم پشت دیوانوار می گشتم تا که رفتم از یکی از قومایشان اقوامشان پیدا کردم در پیش خانه از یاد ترقه زدم ای که آمد امی بر آمد امی تصادف امی مادر از امی دختر یک دختره خود بود مادر از ای بر آمد امی دختره اگه مرمه بود گفت چرا بچه مرا شناخت گفت پیش مادر دق شدی ما گفتم ما صدای ما بر آمد بسیار با مشکلی رفت ما نم گفتم خانه مادر ما مرا نشان بود یعنی صدای چیشته بود چیشته بود صدایم چیشته بود آوازم نمه برامد در اشاره او رفت با می نفس ها که زور میزنی با می قسمت گب میزنم با مقصد نفرم میفهمم بودم این دختره اگه مرا گرفت بردم پیش مادرم پیش مادرم بود یک چند وقت رفتم پیش ازی برای ما گفتم که اگر می واقعیت همی خسر خیلی مادرم مرا گفت اگر می باشی یا می جا خانم در خدمت هست اگر نمی باشی هر روزی که می آیی روزانه می آیی شوانه می آیی شوانه می آیی روزانه می آیی خانه در خدمت هست برو ما خوشبخت شدم وقتی خوشبخت شدم من گفتم برو مادرم مخوازات هستم می تانم ببینم شه خانواده ای برای ما رحم کردن برای ما اجازه دادم که هر وقت می آیی از حکایت دردناک دیگری میگوید که سمیه و گلسوم هم با سرنوشت پدرشان گرفتار هستند. یعنی سمیه و گلسوم مادرشان را از دست دادند و حالا با پدر و مادر اندرش زندگی میکند. مختار اکیم یه مسکین ها دستم در چی؟ یک سال میشه که مادر از یا فاید کردن. از یا یک سال میشه که مادر کشون فاید کردن. حالا این مادرک دیگه از یا چی رقم است که از یا برخوردش یاره؟ مادرک دیگه از یا خوب است، برخوردشان خوب است، تو از خودشان پرسان کدم میتونی که ما که میبینم خداوند خیرش بده، آدم خوب است، خدمت از یاره میکنه دیگه دمی زندگی یک دارم دمی خنات کده، خیلی کنه، گفته بودم شکل تو زندگی ما است،
قناعت کرده. نامه که چی هست؟ سمایه. سمایه؟ از تو چی هست؟ گلسوم. چه خوب نام داری کی مانده بر تو؟ مادرم. مادرت؟ یعنی چه خوب گوشک ها ماندی؟ این طرف هم این طرف هم این را مادر جان جور کرده. خب چی میخوری؟ کشمش. مرا نمیتی یک ذره؟ یا خلاص شد؟ نه اینجا. در کجا؟ از اونجا گرفتی؟ سمیه و گلسوم کودکان هوشیار، ذکی اما غرق در فقر، از استعداد عالیشان این گونه با زبان کودکانهشان قرائت می کنند. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. قل ولا را یاد داری؟ بخوان تو. الله احد، الله صمد، لم یلد، لم یولد و لم یولد، و لم یکن له کفوا احد. بسم الله الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم ولا الضالین. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آفرین. دیگه بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم و بحمدک و تبارک و تعالی جدک و لا اله الا انت. آفرین. قل و الله را میاد داری؟ بخوان تو. قل و الله احد، الله صمد، لم یلد و لم یولد، و لم یکن له کفوا احد. آفرین. نام تو سمیه بود؟ از تو چی بود؟ گلسوم. گلسوم؟ نام کی مانده سرت؟ مادرم. آفرین. نام تو را کی مانده؟ نام مرا مادر. تو کلان هستی یا او؟ ما. خب تو چند سال هستی؟ خبر داری؟ چند؟ 6 ساله. او چند سال هست؟ او 3 ساله. چند ساله؟ 3 ساله. 3 ساله. 4 ساله هسته. خب کلان چه این مکتب میری؟ خب مکتب خلاص کنی با چی کارا میشی؟ ظرفا را میشی؟ آرزو دارند تا در آینده دکتر شوند و برای خانواده و جامعهش خدمات انجام بدهند. ما بخیر. چی میشم؟ چی دکتر؟ آفرین. دکتر چی؟ دکتر چی؟ گوش. گوش گلون از همه چی؟ آفرین. حال کی سلفا میکد پیشتر؟ هر دویتان؟ خب دکتر گوش گلون شوین بخیر که باز این همه طفلکایی که مثل شما سلفا میکد باز برش دوا بتیم. خب؟ باز کسای غریب بود پیسه نداشت پیسه میگیری از پیشش؟ آفرین. اینی خوب دکتر است تو پیسه میگیری. خوب دیگه یعنی زندگی هم چرخ و فلک هست دیگه آدم دیگه یک بار چرخ و فلک هست. به من کمک کنه به منون ما شاید بسیاری کسی باشه که دیگه قرار داشته باشه شاید من بکره بطر هم باشه بکره بالاتر هم باشه خداوند کلا گیره که امه کنه امروز یک زمانه آمده که همه که گیره دست با دست پاچه ساخت بلکل بلکل چیز مواد سرخ مواد خوراکه قیمت چیز زمستان سرخ و سیزان. پیام از پدر در دیده سمیه و گلسوم برای هموطنانش که یک زمانه رسیده که مؤمن و مسلمان و هموطن بخصوص هموطن خود کمک کنه بله از امروز از در پا تا یک لک تا دی یک هزار تا ده هزار هرچی که سوانتون میشن مردم افغانستان کمک کنه که مردم در حالت قرار داره که چیز زمستان سرخ و سیزان، چیز بیکاری، چیز مواد خوراکی قیمت شده. بسیار بمانند ما شاید بسیاری کسا باشه حتی در قریه ما، حتی دور از قریه ما، در ولسوالی ما، در ولایت ما، در دیگر ولایت ها بسیار مردم بیچاره آواره شدن که اینیا کمک کنن که خداوند اینا را کمک کنن. اما چیز داد گرفت از طرف پروردگار است امروز مردم و مسلمان در یک امتحان قرار داره که امروز تو داری خداوند بر تو میفهمه که تو داری یک غریب تا کمک کنه
کمک کنم. بله. اگر تو مثال کل چیز به نفع خود شخصی کنی خیریه مسلمانی بشه. بالکل. اولش خودم باشم مثلا ماشام برادم یالا ماشاس خودم. اگر در به یک مثال ما 20 رو داشته باشم تا شور برم یا 30 رو 40 رو. من میتونم کنم 20 در بشه در دولت من می در بشه یک مسلمان بودن که به درش بخورم. سمیا و گلسوم با خانواده ایشان که دارای استعداد خارق العاده هستند در میان این اتاق سرد و نامناسب زندگی پرمشقتشان را به پیش میبرند و شاید همانند این دو کودک باهوش هزاران کودک دیگر به این سرنوشت گرفتار هستند. پیش دکتر میری؟ ها؟ سلفیت گم شوه سعیس؟ بگو بله؟ بله. بلان بگو دیگه؟ بله. آفرین. پیش دکتر بودی بخیر خو؟ ما پیسه میتم پدر تزم دستش بگی بگو ما را پیش دکتر ببر که ما سلفا میکنیم سعیس؟ بگو بله؟ بله. خب بیا توکل ما و شما به خدای جانان انشاءالله توکل به خدا. این همیجه یک خواهر ما به نام شایما رسا از قزاقستان 6700 افغانی روان کده. این همیجه شما بگیرین خداوند خیر بده با عزت باشین. محترم شایما را به حساب بدی که به ما کمک میکنه خداوند به عجرش بده شد. الله امین. هرچی که خداوند هرچی که رضای دادرش از خداوند براش برآورده کنه خداوند خیرش بده زیادتر بده. اگه دست یک مسکین یک بیچاره را میگیره خداوند کمکش کنه. توکل به خدا. سپاس از پیشش خداوند خیر بده. سپاسگزار هستیم از خواهر ما شایما رسا از قزاقستان 6700 روان کرده بود که ایران برای خانواده تقدیم کردیم. خداحافظ. پدر جان تا بگو که اینجا دکتر از ببریتن خو؟ سعیس؟ ما سپاسگزاریم از شایما رسا که از قزاقستان مبلغ 6700 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود که این مبلغ را نقدن برای رفع نیازهای اساسی این خانواده به سرپرست این خانواده پرداخت نمودیم. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشتهای اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.